جانم بفرمایید. بله، من رو خطی که روشن بود زنگ زدم در رابطه با دستگاهشون داشتن صحبت میکردن. خطها رو لطفاً چک کنید، به من بگید به کدوم خط باید جواب بدم. در رابطه با EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing که بخوام توضیح بدم، چیزیست که در فرانسین شاپیرو در حدود 23-24 سال پیش این دستگاه رو و این حرکات چشم رو به وجود آورد، و اینکه شما میتونید دقیقاً در رابطه با حالتون Could you show the EMDR please? You cannot because it's connected to me. و دقیقاً شما میتونید اون خاطرات تلخ اسفناک گذشته رو پاک بکنید. خب حالا خطا رو جواب میدیم، بعد EMDR اگه رسیدم توضیح میدم. جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، حالتون چطور؟ ممنون از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. خانم دکتر، من یه سوالی از شما داشتم. البته اگر سوالی به فکرتون میرسه خیلی خوشحال میشم که جواب بدم. ببینید، مثلا فرض بکنید من میرم توی مطب دکتر، شروع میکنم به شمردن چراغا، یا مثلا وقتی که مادرم میبرم تو بیمارستانی که مخصوص کنسره، شروع میکنم مثلا تایلا رو شمردن، یا همینجوری که وقتی که تنها هستم یا بیکارم یا مثلا موقع آرامشمه آسایشمه، شروع میکنم مثلا ببینم توی سقف چند تا چراغ هست. بله. یا میرم توی داروخونه شروع میکنم کابینت ها رو شمردن. میخواستم اینم این مثلا برنامهش این چرا من باید مثلا چرا من اینجوری هستم. بله. البته بهتونم بگم زندگی خیلی پردغدغه و مشکلات هم بیش از اندازه است، ولی مثلا من خودم از این کار خیلی خسته شدم. بله. بچه ها که میرن مدرسه یا مثلا کارم که با مامانم کنسر داره تموم میشه، شروع میکنم به شمردن مثلا این دیواره چند تا پنجره داره، این سقف چند تا مثلا لوستر داره، بله، چند تا کابینت ها چقدر مثلا به درشون هندله. میفهمم. مثلا ولکن نیست. بله، میفهمم. بسیار خوب. شما اختلال میخواید بنویسید این DSM-5 راجب ملاک های تشخیصی اختلال وسواس فکری و عملی نوشته، خیلی هم قشنگه. شما اختلال وسواس فکری داری. خب این من توضیح میدم، تفاوتاشو میگم، و شما این شمردن ها یکی از علائم اون هستش. خب وسواس فکری و عملی، فکری به این صورت هستش که افکار و یا تصاویر تکراری ذهنی دارید که نامناسبه و اینا باعث استراب شما میشه، و تصاویر ذهنی داری که نگرانی های مفرطی برای آدم ها به وجود میاره، و آدم ها میخوان این افکار رو سرکوبش کنن یه جوری، و شخص میخواد از ذهنش ببره بیرون. مثلا شمردن، شمارش یکی از این عملها هستش، این افکار وسواسی فکری هستش. عملی فرق داره، عملی رو من براتون توضیح میدم، مثل شستشو هستش، اشتغال ذهنی برای نظافت و غیره است. ولی وسواس، شایع‌ترین وسواس‌های فکری رو که براتون بخوام بگم، همین شمردن هستش. خب چه عواملی، حتما میخواید بدونید چه عواملی باعث این میشه. یکی از عواملی که باعث این بیماری میشه عوامل بیولوژیکی هستش، عوامل ارثی هستش، و عوامل اجتماعی و روانی و استرس ها هستش. خب شما الان مادرتون رو برای معالجه میبرید برای بیمارستان، بچه‌تون رو میگذارید، زندگی پرمشغله‌ای دارید و افکارتون هم درگیره، ناهنجاری‌های بیولوژیکی هم در گروه‌های بیماری‌های وسواس‌گونه هستش که ما داریم در شما می‌بینیم. خب معمولاً اینها آدم‌هایی که این بیماری رو دارن تروماتیک تروماتایز شدن یه جایی تو زندگی،
میتونه از لحاظ بیولوژیکلی بگیم که ضربه هایی به مغزشون خورده که این بیماری رو دارن، و یا میتونن بیماری های سر دچار بوده باشن و میتونن فقط باشن، حتما نیستش. و این اختلال وسواس جبری نابهنجاری های غیر اختصاصی هم میتونه باشه، میتونه از الکترو در واقع با گرفتن دارو، با تراپی، با صحبت کردن، با مطالعات الکتروانسفالوگرافی که ما هم در دفترمون داریم که در مورد خوابها و ناهنجاری ها و این وسواس ها کمک میکنه، میتونید کمک بگیرید. این قسمت بیولوژیکیه. در قسمت توارث که مطالعات ژنتیک نشون میده، این اختلالات وسواسی میتونه بسیار مؤثر باشه. آیا شما میدونید که مادر یا پدر یا اطرافیان، عمه، دایی، خاله و کسی از اونها این بیماری رو داشتند؟ آیا بروز دادند؟ نه، چیزی من نمیدونم. نگفتن. 3-7% آدم ها میتونن این بیماری رو داشته باشن. اوکی؟ حالا دیگه نوع بعدیش که گفتم که اختلال عوامل روانی اجتماعی هستش، نوع شدیدشه و اغلب کسانی که به این وسواس معتاد هستن، اینها حتما باید برن ببینن که زیربنای این مسائلشون چیه. و عوامل روان پویایی یکیشه و 3 مکانیزم دفاعی عمده روانی در اینجا توصیف میشه که ما میتونیم راجع به این توضیح بدیم. و جداسازیه، یکی ابطاله و یکی واکنش سازیه. جداسازی یک مکانیزم دفاعی روانیه که شخص را از عواطف و تکانه های استراب انگیز خودش حفظ میکنه، درست مثل مکانیزم های دفاعی. و وقتی جداسازی روی میده، این حال و هوای آدم عوض میشه و از ضمیر ناخودآگاهش، خودآگاهش بیرون میره، میره ناخودآگاه. به هر حال الان فرصت نیست بیشتر توضیح بدم، 2 دقیقه وقت داریم، ولی چیزی که میخوام به شما بگم، حتما کمک بگیرید و اون موقع به خودتون، وقتی دارید شما را میشمارید، به خودتون بگین استاپ، توقف، توقف، نفس عمیق، نوشیدن آب و توجهتون رو به چیز دیگه بدید تا اینکه پیش یه مشاوره برید و آزمون رو به شما بدن و ببینید که چقدر زود بعد از دریافت این بیماری که دارید، ما اینو میدونیم که دارید، میتونند به شما معالجه کنند. به خودتون پاداش بدید وقتی تونستید فکرتون رو ببرید. نگید من نمیخوام بشمارم، نمیخوام بشمارم. برید فوری موزیک گوش بکنید و به خودتون بگید خانم دکتر، مثلا موزیک مثلا من گوش میکنم، خب اونجا میشمارید مسافت خیلی زیادی من یه دقیقه وقت دارم نازنین. فوری موزیک رو عوض کنین، برید اخبار رو گوش کنید و اخبار رو با خودتون تکرار کنید. خیلی ممنون. آره عزیز دلم، هفته دیگه به من زنگ بزنید اول برنامه سه‌شنبه که بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. برگه های یادآورم برای خودت بنویس، دور و بر خونه بگذار و بگو ایتس اوکی که فکرم میره اینجا، ایتس اوکی که میشمارم، ولی فوراً اگر از موزیک فایده نداره فوری مینویسم. نوشتن کار نمیکنه، تلفن میکنم. باید برای خودت اهداف بگذاری و بیشتر صحبت میکنی. ممنونم از تلفنت. ببخشید برنامه‌تون چه ساعتی شروع میشه؟ جمعه ساعت 11 شروع میشه، جمعه ساعت 12 و شنبه ساعت 5 هستش. این شنبه ساعت 5 دوباره من برنامه زنده خواهم داشت. خیلی ممنونم از لطف. خواهش میکنم عزیز دلم، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، I want to thank you. Thank you Alf, thank you رضا. Thank you Ali and ساعت شنبه ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. تکرار برنامه رو ببینید، روی رویال تایم تیوی برید و حتما برای جشن مهرگان اگر غرفه‌ای میخواید تهیه کنید حتما تماس بگیرید که جشن مهرگانمون در 19 اکتبر قراره باشه در پیرس کالج، یکی از بزرگترین جشن‌هاست، و در رادیو 670 AM در تلویزیون‌های دیگه.
در رادیوهای دیگه حتما آگاهیاش رو میبینید. جشنی بسیار مردمی، بسیار زیبا و خاطرات بسیار خوب با بلک کت، خواننده های بسیار خوب، دکتر رؤوفی و من هم در اونجا در خدمتتون هستیم. هر از گاهی با هم خواهیم بود، خارج از استیج، کمی روی استیج، ولی با شما خواهیم بود. روز بسیار خوبی 19 اکتبر با هم خواهیم داشت. برای مشاوره تلفنی حضوری میتونید تماس بگیرید. Thank you very much. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nouravi.com مراجعه فرمایید. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.